انسان معتقدی و تکامل انسان بزرگترین هدف. انسانی که به لحاظ درجه تکاملی متکاملترین موجود هست، هدفش از خلقت تنها خوردن و خفتن نیست، بلکه این انسان است که باید به عالی ترین مدارج برسه. یکی از حماسه‌های درخشان مجاهدین که از یک سو در گسترش پایگاه اجتماعی آنها تأثیرات عمیقی به جا گذاشت و از سوی دیگر حقانیت مبارزه انقلابی مسلحانه را در برابر دشمن ضد خلق مهر کرد، حماسه گل سرخ انقلاب مجاهد شهید مهدی رضایی بود. قهرمانی که تنها 19 بار از زندگی پربارش را پشت سر گذاشته بود، اما با نبرد مسلحانش در برابر مزدوران سواک و با مقاومتش در زیر شکنجه و دفاعیات قهرمانانش در بیدادگاه نظامی و سرانجام با شهادت سرفرازانه خود، جلوه دیگری از ایدئولوژی و آرمان سراسر رزم و فدای مجاهدین را به نمایش گذاشت. من در اینجا به اتهام عشق به خلق و پیکار در راه خلق محاکمه می شوم. بگذار رگ و پوست ما در راه خلق فدا گردد، تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست شکست و پیروزی هست، ولی سرانجام پیروزی متعلق به خلق است. این را من نمیگویم، این را تاریخ میگوید. مهدی رضایی در سال 1331 در تهران متولد شد و از طریق برادران بزرگترش مجاهدان کبیر احمد رضایی و رضا رضایی با مسائل اجتماعی و انقلابی آشنا شد و به دلیل داشتن شور و انگیزه های انقلابی از 16 سالگی به صفوف مجاهدین پیوست. مهدی خوب از بچه‌ای که خیلی شاگرد زرنگ بود، درسش خیلی خوب بود، خیلی پرشور بود، خیلی شاد بود، شبور بود، شیطون بود، مثل همه دوستش داشتن از بچه‌ای. هر جا می رفت خدا رو همه سرویسش می داشتن، خیلی دوستش داشتن، حتی معلماش اینا خیلی اینا دوستش داشتن. مثل تا اینکه مهدی بالاخره قبول شده بود که بره، میخواست بره خارج، که دوباره رشون عوض شد، گفتن که این همون رفت مدرسه عالی بازرگان، رسیدنش اونجا. رفت اونجا، سال اول بود دیگه، اونجا بود سال اول خوند. سال دوم بود که بچه ها دیگه چیز شدن، رضا دستگیر شد و احمد و مهدی هم دیگه نیومدن خونه. یه شب احمد اومد خونه، گفت رضا دستگیر شده و من و مهدی هم فعلا نمیام خونه. من در خانواده مذهبی متولد شدم و در چنین جوی رشد کردم. در زندگی همواره تحت تعلیم برادر بزرگم احمد قرار داشتم و او همواره راهنمای من در تمام مراحل زندگی بود. مهدی 4 ماه بود که دستگیر شده بود. ما اطلاعاتی که ازش داشتیم فقط همین شکنجه بود و مقاومت اون. یک روز تماس گرفت و گفتش که من تو زندان کمیته شهربانی هستم، شما میتونید ملاقات من بیاین، دادگاه من قرار علنی بشه، شما هم شرکت کنید، و نشونی داد که براش لباس ببریم. بعد از چندی مأمورین ساواک سنگ زدن و گفتن که میتونیم بیاین ملاقاتش. ما رفتیم زندان کمیته شهربانی. بعد از ساعت‌ها که منتظر شدیم، دیدیم مهدی رو آوردن. قیافش کاملا تغییر کرده بود و معلوم بود که چه شرایط سختی رو تو این 4 ماه از سر گذرونده. وقتی چشم مأمورین ساواک رو دور دید، به ما برامون تعریف کرد از بچه های دیگه که شکنجه شدن، از شرایطی که تو زندان هستش. البته خیلی خلاصه میتونست بگه. البته بچه هم پیغام داده بودن که
من بهش بگم، به مهدی بگم که مهدی توی قهرمان هستی. و بچه ها باور نمی کردن که مهدی با این سن و سال کمش اونقدر قهرمانانه زیر شکنجه های اینا مقاومت کنه و حتی ذره اطلاعات به اینا نده. واقعا باور نکردنی بود. همانطور که در جلسه گذاشته هم گفتم، به طور مثال خود من که از لحاظ شرایط زندگی هیچی کم نداشتم، مجبور به ترک زندگی شدم و در خونه زندگی می کردم که در سراسر زمستون تمام بدنم در اثر سرما درد گرفت. غذای من در روز از یک نون تجاوز نمی کرد و در مورد سایر رفقای من هم این موضوع صادره، در حالی که همین موقع 25,000 تومان پول پیش من بود و هیچ کس از من مؤاخذه نمی کرد که با این پول چه می کنم. در اردیبهشت سال 1351 پس از 4 سال مبارزه و انجام چند عملیات انقلابی به دنبال یک درگیری نابرابر با مزدوران ساواک که طی آن یکی از افسران ساواک نیز به هلاکت رسید، به چنگ آنان افتاد و مستقیما روانه شکنجهگاه گردید. تا به منشی دادگاه که یک درخواست صادره قرائت شد. درخواست مشخصات متهم قید ارزشی مهدی رضایی فرزند خلیل الله متولد 1331 بازداشت از تاریخ 18/2/51 متهم نامبرده بالا متواری و تحت تعقیب مأمورین انتظامی بوده در تاریخ 16/2/51 موقعی که در خیابان خورشید از خانه شماره 355 در حالی که حامل یک ساک دستی بوده خارج می‌گردیده توسط مأمورین محاصره که بلافاصله دست به اسلحه برده و با شلیک اولین گلوله صدفان جاویدمند را به قتل رسانده که به علت گیر کردن سلاح دیگر موفق به تیراندازی نگردیده است و دستگیر می‌گردد. اون سلولی که با خلیلیان روبرو بودیم روبروش آمد کرد من توی سلولی دو نفریان میتیم کرد پیش اونا و دیگه میتی تمام شرح حالا از اول تا آخر تعریف کرد و اون شکنجه هم که شده بود همه رو گفت یکی یکی که اینجا همون سوزندن این کاری کردن این کاری کردن ثابتی اینطور رفتار کرده و من از کنم که و خود همین خدایاری من یه روز تو سلول خوابیده بودم، البته مهدی تو سلول 13 بودم، تو سلول 17 هم اونتا من رو ردیش بودم که هوا میخواد پیدا بود، مهدی اون جایی بود که هیچ هوا نداشت، اصلا تاریک بود و البته چراغ روشن میشد. خب من بیهوش خوابیده بودم، این خدایاری اومد سرش رو خیار کردم و بودم سرش رو گذاشت تو روی قلب من گوشش رو، من یه دفعه دستم رو فشار رو بودم که خفش کنم که نتونستم و بلند شد و چند تا بله بیرم گفت و رفتش. به هر جهت تمام ماجره رو برامون تعریف کرد و همه اینا نشون داد و گفتم خب نه که حالا با این صحبت هایی که میگی با این قراری که گذاشتی اینا چی میگی و جور بر نمیده که گفت شما به این کار کار نداشته باشی، این آخرین تیر ترکش من بوده، این هم خواستم من بی سر صدا کشته باشم هیچ آثاری نباشه، ولی من اندر این کار قبول کردم ولی این کار نخواهم کرد تا دادگاه علنی تشکیل بده. همونطور که اشاره کردم این افراد در محیط درس و در محیط کار همیشه پیشتاز بودن، کسانی بودن که در مقابل دردها و نابسامانی های جامعه احساس مسئولیت کردند، کسانی بودن که به خودشون اجازه ندادن چشماشون رو ببندن و به یک زندگی بی درد سر از نظر خوش ادامه بدن. من به صراحه اعلام می کنم که ما نه پول می خواهیم، نه مقام، نه شغل، ما فقط سعادت ملت رو می خواهیم. نمیده تو دادگاه اولش بعد از صحبت های دادستان و عراجیفی که تک تکشون گفتن، مهدی خیلی محکم، استوار، متین بلند شد، از آرمانش، از سازمانش دفاع کرد. حتما دفاعیت اون رو خوندین، یادتون هست اون موقع دفاعیت مهدی دست به دست میگشت، واقعا دفاعیتش انگیزاننده بود و خیلی کسا رو جذب کرد.
و آلمان سازمان رو در حدی که مهدی تونست اون دادگاه صحبت کنه به جوانها شناسون. معصومیت مهدی، مظلومیت مهدی و در این حال استواریش و محکم بودنش تو راهش و دفاع جانانه که کرد از آلمانش خیلی تأثیر گذاشته بود. اخبار و اطلاعاتی از اقصی نقاط کشور به ما می رسید که از زندگی خودمون سیر می شدیم. می شنیدیم که در فلان ده مردم با خوردن علف تقلیم می کنند. این برای شما تکان دهنده نیست؟ از همه حضار در این دادگاه سوال می کنم که آیا هنگامی که از این خبر مطلع می شوند که در زمستان در سرمای 10 درجه و 15 درجه زیر صفر یک نفر در میدان گمرک، در میدان مولوی از شدت سرما یخ می زنه، آیا این برای شما دردآور نیست؟ هنگامی که اخباری که از سیستان و بلوچستان برای ما می رسه و به سمع ما می رسه، آیا بدن هر ایرانی رو که به ملتش و وطنش عشق می ورزه نمی لرزونه؟ رئیس دادگاه زنگ مرتب می زد می گفت که نه خارج از موضوع، ولی خب میکی می گفت که خودم دفاعی داد می خواهم بکنم دیگه همین حرف هست. تا این شد که زنگ زد و گفت که به کفایت مذاکرات به قول خودشون رای گرفتن و تصویب می شد دیگه نمی بود. تصویب شد و گفت که یه رو وقت می دیم برای آخرین دفاع است. تصویب روز اول گفتن که سر روز اول چیزا می خواهم مثل ادعانامه رو می خواهم روز دوم دفاعیات ندیم روز سوم وکیل صحبت میکنه در ردش و بعد آخرین دفاع متهم میکنه و تمام میشه. همون روز جلسه رو ختمش کردیم. گفتن که یه رو نشستیم وقت میدیم به صورت جلسه به هم نخوره. جلسه به هم نخورد و نیتیم زیاد پاشو صحبت کرد، گفت که این که آخرین دفاع نمیشه بکنه، من دفاعی هم نوشته بودم که نذاشتن من بیارم و من اون فردا صبح من دفاعی هم رو بخونم. این حرفا دفاعیات مهدی در بیدادگاه نظامی پیام مبارزی انقلابی را به میان مردم برد و راهگشای بسیاری از جوانان به سمت آرمانهای مجاهدین گردید. رژیم شاه که از دفاعیات قهرمانانه مهدی رضایی به خشم آمده بود، بار دیگر او را به زیر شکنجه‌های وحشیانه کشانید و سرانجام در سحرگاه 16 شهریور او را در حالی که 20 بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود به جوخه های تیر باران سپرد. وقتی تنفس دادن گفتن که میخواستم ببرنش که من شروع کردم رفتم جلو که میخوام بچه هم داره من دور کردم، خودم میخوام بچه من میخوام بکشه، میخوام ببینمش، میخوام باهاش حرف بزنم، میخوام ببوسمش. بعد دیگه به خاطر اون جو دادگاه دیگه گذاشتن ما رفتیم جلو و یه چند دقیقه ما رو مهدی رو به خانواده ها گذاشتن توی یه جا توی اتاق. به نام نامی علازت عمومی شاهنشاه آیا مهر رأی شماره 106 مورخه 12/6/51 دادگاه تجدید نظر شماره 1 تهران. هیئت دادرسان پس از بررسی مدعیات پرونده با مداقه در اوراق و اجرای تجهیزات ماده 209 قانون دادرسی و کیفر ارتش رأی شماره 131 مورخه 6/6/51 صادره دادگاه عادی شماره 1 تهران را که برابر اون غیر ارتشی مهدی فرزند خلیلزاده شهرت رضایی به لحاظ اتهام قتل عمد به استناد ماده 170 قانون کیفر امگانی با رعایت ماده 99 قانون دادرسی و کیفر ارتش به اعدام و از جهت اتهام توطئه به منظور به هم زدن اساس حکومت به استناد ماده 317 قانون دادرسی و کیفر ارتش ناظر به ماده 319 همان قانون به اعدام و از لحاظ اتهام دخول در دسته اشعار مسلح به استناد ماده 409 قانون دادرسی و کیفر ارتش به اعدام. بچه ها به ما زنگ زدن که بریم جنازش بگیریم بردنش بهشت زهرا که ما رفتیم دیدم که مامورا واستادن و خلصان والو میدادن اینها که میگفتن بازجوها چند تا بازجو اینا بردوشون رو میدودن با ترس و لرز گذاشته بودن و برگشته بودن که ما دیگه خبردار نشدیم.
پدرم موقعی که از اتاق افسری که مسئول در این کار بوده و میاد بیرون، یه نفر دیگه از این افسرهای تو دادرسی ارتش میبینش و بعد بهش میگه آقای رضایی من میخواستم بگم که من اونجا بودم و آخرین لحظه من یه چیزی از مهدی شنیدم که باید به شما بگم، و اون که موقعی که ما دستشو بسته بودن که تیر بارون بکنم، گفته بود من رو یه چیز دیگه یه چیزی یادم رفته باید بنویسم که به خانوادم بدیم، و طرف گفته بود که ما دیگه نمیتونیم دستتو باز بکنیم، اگه چیزی داری شفاهی بگو. که این مهدی اونجا گفته بود که من یادم رفت بنویسم که به پدرم بگین یا در مادرم بگین که تا به حال من به رباب خانم خودم کمک میکردم و از این به بعد اگه میشه شما بکنید. حالا داستان این بود که ما در همسایگیمون تو دوران قدیم کوچیک که بودیم، یک زن فقیری بود با که دوتا برادرم داشت روانی بودن و خلاصه خیلی زندگی فقیرانه‌ای داشتن که من فهمیدم مهدی تو دوران فراری از میرفته به اینا کمک میکرده، یعنی تو طول سالها کمک میکردیم، بعد که دیگه از اینا جدا شده بودیم و خونمون رفته بود یه جای دیگه، ولی کماکان مهدی میرفته به اینا کمک میکرده و مثلا یه پولی چیزی بهشون میداده، از خرجش میزده میرفته اونجا میداده، و اینو تا اون روز دستگیری هم ادامه داده بوده و اون لحظه اعدام این باز تو خاطرش بوده که خلاصه کمک به این قطع نشه. خب این برنگر واقعا روحیه انقلابی یک مجاهده که میگن آدم معمولا اون لحظات آخر خودشه دیگه، هر کس خودشه موقع تیربارون، موقع اعدام، و کسی با این صلابت و با این استواری کاملا همش تا آخرین لحظه فکر خلقش باشه، کمک به خلقش باشه، به فقرا و مستمندان، و واقعا خیلی نشوننده اون روحیه عالی بوده که هنگام شهادت و رفتن به سمت خدا داشت. در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت، روئین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسفندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم، نه من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی، راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم، و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند، و خدایی دیگرگونه آفریدم.
دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی، اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند، بتی که دیگرانش می‌پرستیدند.